حادثه بسیار تلخی بود. من شکی ندارم که مرتدین منطقه امثال رژیم آل سعود و یا امثال ولیعهد امارات که از این حادثه حمایت میکنن و یا رژیم صهیونیستی اسرائیل قاسب در این ماجراها دست دارن. میگن یک گروه الاهوازی هستن، اینها هم خلق عرب احمد انقلاب هستن. خب معلومه پولشونه کی میده، آموزششونه کی میده. اومدن از چند روز قبل پشت اون جایگاهی که نیروهای مسلح قرار بوده رژه سالگرد دفاع مقدس برگزار رو کنن اسلحه رو پنهان کردن و بعد اسلحه رو به روی مردم کشیدن. بله یه تعداد سرباز ارتش پاسداران سپاه هم شهید شدن، اما شما با زن و بچه مردم چه کار دارید؟ واقعا غیر از این است که دروغ بگید طرفدار مردم هستید. مردم چه گناهی کردن که شما بیایید اونها را به رنبار ببندید و 25 نفر از این عزیزان را به شهادت برسونید؟ شما مطمئن باشید این حادثه تروریستی که کمترین ارزش عملیاتی نظامی داره یک تروریست کور هست، سر نخهاش از جای دیگر هست. بعده به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مسئولین انتظامی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و همه دست در کاران میخوام که این ریشه یابی بکنن. مردم ما توقع دارن که در شرایطی که ما هستیم و دشمنان اینجور با ما برخورد میکنن حواس ما بیشتر جمع باشه. مگه غیر از این است که همه میگن ما در جنگ اقتصادی تمام عیار با قدرت‌های خارجی هستیم؟ خب اونها این گونه عشرت خرابکاری ها را در برنامه دارن. لذا ما به شدت این حادثه را محکوم میکنیم و بر این باور هستیم که مردم ایران هم به خوبی هوشیارند و میدانند که اینها ریشه در داخل ندارد. اینها منشأ از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی است. اینها در آستانه سفر رئیس جمهور ما به نیویورک میخوان یه جوری نشون بدن بله در داخل ایران یک چنین حوادثی هست. البته خوشبختانه همه مسئولی، همه جریان‌های سیاسی و جناح‌ها در این مسئله اتفاق نظر دارن و هیچ کسی نیست که این حادثه رو محکوم نکنه. اما من میخوام به شما مردم عزیز گوشان عرض بکنم حواسمون باشه که این مشکلات برای ما درست میکنن، اما همین مشکلات باز باعث نمیشه که ما از وظایف خودمون دست بکشیم. اتفاقا اونا زمینه های سوء استفاده رو میخوان فراهم بکنن و سوء استفاده کنن. ما برای تأمین معیشت مردم، برای اینکه تنهای اقتصادی از دوش مردم برداشته بشه، برای اینکه اشتغال برای جوانهای ما فراهم بشه باید بجنبیم، باید تلاش کنیم. همه ما باید دستگاه‌های اجرایی و تمدیدی و قضایی باید دست به دست هم بدن تا این اتفاقات دیگه در کشور ما رخ نده.